سرخط خبر ده. گذشت قوی ترین حلقه شعر سنتی افغانستان. حیدری وجودی در 81 سالگی درگذشت. آخرین حلقه قوی شعر کلاسیک افغانستان از هم گسیخت. رو آوردن وزارت صحت به پلیس. سازنده ی واکسین احتیاط آور بازداشت می شود. با وزارت محترم داخله رسما شریک ساختیم تا به مراجع دیو قضایی طبیب بلوکوزای معرفی شود. افزایش تلفات انفجار معدن در سمنگان به 16 تن. جسدهای 8 تن هنوز زیر آوار است. کارهای غیر قانونی، استخراجهای غیر قانونی و خودفرد در ساعات ولسوالی در ایسف بالا به شدت در حال گسترش است. با خبر و تحلیل خبر امشب از یک با من بهرام امان خوش آمدید. به نام خداوند یکتا و سلام بر شما. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل آمد. زلمه خلیلزاد با رئیس جمهور غنی دیدار کرده و در این دیدار روی اقدامهای عملی پیش از آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان، چگونگی دوام کاهش خشونتها و آتش بس اعلام ناشده بحث و گفتگو کرده است. همزمان نماینده ویژه وزارت خارجه قطر هم به کابل آمده و در دیدار با عبدالله عبدالله از آمادگی کشورش برای میزبانی از گفتگوهای میان افغانان خبر داده است. در این دیدار همچنان در مورد آزادی زندانی ها و مکان و زمان گفتگوهای میان افغانان بحث شده است. دیروز هم رئیس ستاد ارتش پاکستان به کابل آمده بود تا زمینه برای گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان مساعد شود. آقای اسدالله ندیم، آگاه امور نظامی و مسائل سیاسی، روی خط اسکایپ با ما وصل هستند و در همین پیوند بیشتر با آقای ندیم بحث میکنم. آقای ندیم سلام بر شما، وقتتان بخیر. و علیکم السلام، وقت شما بخیر. سلامت باشین. آقای ندیم، یک روز از دیدار هیئت نظامی پاکستان با آقای عبدالله عبدالله و آقای غنی مگذره، یعنی دیدار جنرال قمر جاوید رئیس ارتش پاکستان و جنرال فیض حمید رئیس استخبارات آیسای پاکستان، با چی پیام آمده بودند؟ چی نتیجه گیری میکنین از این دیدار؟ و هرچند آقای عبدالله این دیدار سازنده خواند. دیدار باجوا و رئیس آیسای از افغانستان به حد زیاد بوده، بارها آمدن، تکراری آمدن، اما نتیجه نداشتن. اما این دیدار به نظر من کاملا با دیدارهای قبلی متفاوت است. پاکستانی ها با امتیازخواهی آمدن، چون اونجا خلیلزاد رفت تنها با قمر باجوا دید، با مقامات وزارت خارجه تا صدراعظم ندید. حتما پاکستانی ها در مورد صلح افغانستان تقویه شدن و همین سبب شده که با باجوا و رئیس آیسای در کابل کشانیده شود. بنابراین آمدن از اینا فقط امتیازگیری است، کدام چیز دیگه نیست. چی گونه امتیازگیری آقای ندیم؟ پاکستان به دنبال چی است تا سیاست دیرینه که در قبال افغانستان بازی کرده را تغییر بده؟ بر پاکستان بسیار مهم است که افغانستان با خود داشته باشد. در کابل این حکومت کابل با خود داشته باشد. فرق نمی کنه که در کابل در ارگ آقای غنی است، آقای عبدالله است، رهبر طالبان است یا کسی دیگه است. ما بسیار مهم است که سیاست خارجی منطقه افغانستان با خود داشته باشه. من فکر میکنم در اینجا توافق بین امریکا و پاکستان صورت گرفته. پاکستان بسیار بلاقمندی و بسیار برجلا آمدن. بودرسیز و رئیس آیسای بعد از ملاقات با خلیصات برجلا آمدن، حتما داده گرفتی صورت گرفته، چون که حکومت در کابل متاسفانه قوی نیست. ما زیادی گفته نمیتونیم که ملامت قرار نشید، اما بر صورت حکومت قوی، حکومت باثبات ما نداریم. بله آقای ندیم، آقای خلیلزاد در سفرش به پاکستان با آقای باجوا در مورد مدیریت مرزی صحبت کرده و چنانچه که شما میاد کردین که توافق صورت گرفته بین امریکا و پاکستان، فکر میکنین که در مورد مدیریت مرزی چه بحث صورت گرفته باشه؟ همین بحث دیرینه خط دیورند است؟ من فکر نمیکنم پاکستانی ها خط دیورند دوباره در میز بیارن، چون پاکستانی ها چی لیدرسیز، چی رئیس آیسای، چی دستگاه دیپلماسیش
فوق العاده مردمای پروفشنال هستند. موضوع دیورند برای پاکستانی ها یک موضوع خاتمه یافته است. این ساده لوحانه است بگوییم که دوباره این کارت در میدان بازی میاره، چون که برای از اونا خاتمه یافته است. بخش اعظم خط فرضی سرحدی بین افغانستان و پاکستان حال دیوارهای مانی کشیده شد. پاکستانی ها در این موفق شدن با مصرف کم در حدود بیشتر از 1000 کیلومتر این بیال اونا دیوار جور کردن. تشویش از این ناحیه ندارن و در بعض مواقع ما اطلاعی که دارم و دیوار وجود ندارد تحت کنترل پاکستانی ها. بعضی شبکه های طالبان دیگه شبکه ها به طور منظم در پاکستان رفت آمد میکنن، مانی در برابر اونا وجود ندارد. اما پاکستانی ها تشویش دارد که بعضی گروه هایی که در افغانستان فعالیت میکنند تحت سازماندهی استخبارات هند است. برای پاکستان بسیار مهم است که بالای کابل بالای امریکا فشار بیاره که امتیاز در این مورد بگیره که دست هندی‌ها از افغانستان کوتاه‌تر شود. بله آقای ندیم، مفهوم شما گرفته نشد. آنچه که شما یاد میکنین که پاکستان در صدد امتیازگیری است و امتیاز هم گرفته، چی گونه امتیازی بوده میتونه؟ در بحث سیاسی است، در بحث نظامی است یا بحث های دیگر؟ در بحث امتیازگیری در دو مورد، البته موارد زیاد است دیگر، در مورد طالبا شامل ساختن طالبا، امتیاز دادن بر طالبا، ممکن طالبا اگر بیانم در بوشش سال مانند آقای حکمتیار نبیم رئیس ما بیان. و موضوع دوم بسیار مهم، نقش هند در افغانستان است. ممکن پاکستانی ها فشار وارد کرده باشند بالای امریکایی ها که این نقش هند ضعیفتر شود، کمتر شود، در عوض بر پاکستانی ها مجال بیشتر داده شود، چون مناسبات افغانستان، دولت افغانستان با پاکستان بیشتر به طبع دلخواه پاکستان شود، هرچی اونا گفتن این تحمیل شود. ایده ای در دو مورد اونا امتیازگیری میکنن. در مورد سرحد ما گمان نمی کنم این کارت پاکستانی ها در میدان بازی میکنن. پس به این دو هدف شونم که برجسته سازی نقش طالبان در حکومت بعدی یا پس از توافق احتمالی حکومت افغانستان با طالبان و سرتازی رابطه حکومت افغانستان با هند هم فکر میکنین که رسیده باشن؟ از نحوه آمدن برجل آمدن باجوا و رئیس آیسای چونین معلوم میشه که اینا به اگه نف آمدن و امتیاز به دست آوردن، چون که خلیلزاد رفت بسیار برجله، تنها لودریسی زدید با دیگه مقامات دیدار نکرد. حتما با پاکتی از پیشنهادها رفته بود که مورد قبول و تایید لودریسی و رئیس آیس آی قرار گرفته، چون به هر صورت سیاست منطقوی را در پاکستان نه صدر اعظم نه وزیر خارجه بلکه لودریسی و رئیس آیس آی تعیین میکنند. نه تنها امتیاز در مورد پایش نقش هند میگیرند، نه تنها به خاطر طالبان میگیرند، در منطقه هم از شورای عربی شورای عمده عربی چون امارات، عربستان سعودی، قطر امتیاز میگیره، از خود امریکایی ها امتیاز میگیره، چون که پاکستان پیوسته به خاطر نقشش به خاطر حمایت طالبان تحت فشار امریکایی ها قرار داشت و تا هنوز هم داره. ممکن این فشار ها کمتر شود در بعض معاملات، چون خریداری تسلیحات پیشرفته از امریکا چون به اختیار حدود پاکستان هنوز هم بعض تسلیحات پیشرفته امریکایی مانند F-16 ها هست و دهی در توافق برسند که این فشارها کمتر شد و مناسبات پاکستان با امریکا به حالت عادی برگرد. پس با این وضع آقای ندیم، آغاز گفتگوهای میان افغانان را خیلی نزدیک شما میبینین در شرایطی که میگین که توافق میان حکومت افغانستان و پاکستان صورت گرفته، توافق میان امریکا و پاکستان صورت گرفته و حالا هم هیئت نظامی پاکستان دوباره برگشته، پس آغاز گفتگوهای میان افغانان به این زودی خیلی خوشبین هستین، درست؟ از درون طالبا و چی اشرفانی فکر میکنم ما اطلاعات محرم نداریم، هیچ کس هم نداره. بله. اما از بیرون نگاهی که انداخته میشه همین زمینه آماده شده که طالبا وارد مذاکره شوند، طالبا شرایطشون رو بقبولانند، شرایطشون رهایی 5000 زندانی است. رهایی 5000 زندانی نه تنها یک دستاورد کمی برای طالبان است، یک دستاورد فوق العاده در سه جنگ تبلیغاتی و روانی به نفع طالبان است. این امتیازات طالبان تا آغاز مذاکره فکر ما بدش میاد. بس آقای ندیم، در همین بحث رهایی زندانیان که شما یاد کردین، زمانی که یک توافق صورت میگیره باید داد و گرفت باشه. حکومت افغانستان 3000 زندانی طالبان را رها کرده، آنچه که شورای امنیت ملی روز قبل گفت. مقابل طالبان 277 زندانی حکومت افغانستان را رها کردند. فکر میکنین که بجز این 277 زندانی حکومت افغانستان، تا حال حکومت افغانستان چی به دست آورده با رهایی 3000 زندانی؟
زندانی های دولت که نزد طالب هاست و دولت هم اهمیتی ندارد، چون افراد کلیدی دولت یا اعضای خانواده قدرتمند نزد طالب ها اسیر نیستن. آن سربازهای عادی چندان اهمیت ارزشی برای رژه رهبران دولتی ندارد و ما گمان نمی کنم که طالب ها 1000 اسیر دولتی را داشته باشد، چون که در بین راه شدگان می بینیم بخشش افراد ملکی هستند، افرادی هستند که با تازگی گروگان گرفته شده باشند. بنابراین این موضوع برای دولت اهمیت ندارد، اما برای طالب ها فرق العاده با اهمیت است، چون که خواستار رهایی افراد زبده ایشان است که بسیار با زحمت با تلاش نیروهای امنیتی اینا گرفتار شده بودند، اینا داخل زندان ها بودند. حال زمینه برایشان مساعد شده که این افراد زبده کلیدی شان رها کنند و با رها شدن ما مطمئن هستیم که اینا پس جبهه جنگ اسفور طالب ها میپیوند. موضوع دیگر این که آقای ترامپ باز هم تاکید کرده بر خروج نظامیانش از افغانستان، ولی زمانش نگفته که چه زمانی است. فکر میکنین که چرا این همه تاکید است؟ فقط دلیلش توافق دوحه بوده میتونه یا نه کدام دلیل دیگه هم داره؟ اگر داره دلیلش هم بگوین و خیلی کوتاه ذکر کنین که فکر میکنین که رهایی یا خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان چه زمانی خواهد بود؟ این گپای ترام ربطی و توافقنامه صلح ندارد، ربطی به افغانستان ندارد، خاص به خاطر بیرون شدن در انتخابات داخلی است، مسئله داخلی دارد و ممکن ترام یک شخصیت غیر قابل پیش بینی است این عملی کنند. در صورت عملی شدن این وضعیت که دولت دارد بسیار سنگین تمام میشه برای نظام جمهوری اسلامی. بسیار تشکر از شما آقای اسدالله ندیم، آگاه امور نظامی و مسائل سیاسی، که روی خط اسکایپ با ما بودید. حیدری وجودی، شاعر و عارف شناخته شده کشور، امروز به عمر 81 سالگی درگذشت. وجودی چند پیش به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود و سرانجام این بیماری جانش را گرفت. در افغانستان بسیاری درگذشت او را زایه بزرگ خواندند و میگویند با رفتن او آخرین و قوی ترین حلقه شعر سنتی افغانستان گذشت. نرگس هورخش گزارش میدهد. کرونا شاعر و عارفی را از افغانستان گرفت که به یقین بسیاری ها دیگر بدیلی ندارد. حیدری وجودی، عارف خلوتگزیده افغانستان، مردی که متفاوت زیست و شعر سنتی افغانستان را بزرگ کرد. آرزو دارم که مرگ او با واکنش های زیادی روبرو شده. بسیاری از مردم، فرهنگیان افغانستان و سیاستمداران در گذشت وجودی را ضایعه خواندند. برخی دیگر هم باور دارند با رفتن او آخرین و قوی ترین حلقه شعر سنتی افغانستان گسست. او روزگار درازی را صرف آموزش عرفان و شعر برای علاقمندان ادبیات کرد. با رفتن حیدری وجودی در واقع میشه بگوییم که آخرین حلقه قوی شعر کلاسیک افغانستان از هم گسیخت. بیش از 50 سال عمرش را پشت این میز گذران در کتابخانه عامه کابل. او از جوانان دانشجو گرفته تا سیاسیون این گونه میزبانی میکرد با شعر مولانا و اشعری. این شاعر 81 ساله در سال 1318 در رخه پنشیر به دنیا آمد. یکی از 5 فرزند یک روحانی بود. تحصیلات رسمی حیدری وجودی تا صنف 6 است. وقتی آزمون‌های صنف 5 را می‌گذراند، شبی رویایی دید که به باور خودش او را میان عقل و جنون معلق کرد و زمانی هم که تعادلش را بازیافت، متحول شده بود. دوستداران او می‌گویند وجودی تنها مولانا شناس، غزل سرای بی‌نظیر و آموزگار بی‌بدیل بود. استاد حیدری وجودی از چهره‌های نامدار و تأثیرگذار در حوزه عرفان معاصر و غزل معاصر افغانستان بود. نبودش سایه بزرگ برای خانواده فرهنگی افغانستان و در واقع بدلشناسان و مولاناشناسان است. ای عشق ز جان من، دیگر تو چی میخواهی؟ از حیدری وجودی چندین مجمع شعر ماندگار به یادگار مانده: سالی در مدار نور، سایه معرفت، میقات تغزل و ارغوان عشق برخی از آنهاست.
از عارف قلندر و شاعر شوریدی که گفت ای کاش که در روی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود. دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. رئیس جمهور غنی با ابراز تأسف از مرگ حیدری وجودی گفته است که او شخصیت عارف، شاعر و مولاناشناس شهیر کشور بوده که خدمات قابل قدر در عرصه های ادبی و فرهنگی انجام داده است و مرگ او یک ضایعه بزرگ برای کشور است. همزمان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم گفته است که استاد وجودی شخصیت از تبار مولانای بزرگ، حکیم صناعی و شاعر نامدار کشور بود که عمر شریفش را در کنار کتاب و دانش سپری کرده. آقای جاوید فرهاد شاعر و نویسنده روی خط اسکایپ با ما وصل هستند و در همین پیوند بیشتر با آقای فرهاد بحث میکنم. آقای فرهاد سلام بر شما، وقتتان بخیر. درود بر شما، سلام بر بینندگان عزیز تلویزیون یک. بسیار تشکر. آقای فرهاد، میدانیم که آقای حیدری وجودی مخاطبان زیاد در میان اهل عرفان و حتی اهل سیاست افغانستان داشت و غزلهایش در میان گروه هایی که خود را شاگردان او میدانند دارای محبوبیت و مقبولیت ویژه است. چقدر شما از آقای حیدری وجودی شناخت دارین برای ما بگوین؟ با سپاس شما، نخست از همه مرگ یا درگذشت استاد حیدری وجودی، یک سرامدان حوزه ادبیات معاصر عرفانی افغانستان را به خانواده فرهنگیان در افغانستان تسلیت میگم، روانشان شاد و جایشان بهشت بری. همون سالی که شما هم اشاره کردین، استاد حیدری وجودی از چهره های شامخ و مانا و نامدار و ماندگار حوزه ادبیات عرفانی و غزل معاصر افغانستان است. یعنی میخواییم بگویم که تاثیرگذاریشان در دهه 60 میلادی در حوزه غزل معاصر در افغانستان قابل رؤیت است و با نخستین مجموعه که به نام لحظه های سبز بهار منتشر میکنه از جانب اتحادیه نویسندگان وقت، استاد حیدری وجودی پا برسه آفرینش میگذاره به گونه رسمی و در واقع مخاطبان بیشتر پیدا میکنه و یکی از ویژگی هایش همی است که در واقع رویکردهای عرفانی را با زبان تغزلی به گونه قشنگ و زیبا افاده میکنه و مخاطبان زیادی پیدا میکنه و همون دلیل است که میتونیم استاد حیدری وجودی را خط وصل میان شاعران دیروز و شاعران نوپرداز امروز بپنداریم و در واقع شناسایی یا هویت یا شناسنامه غزل امروز را استاد حیدری وجودی در دهه 60 میلادی به گونه انجمن آغاز میکنه و میسره که شعری تر من از لب دریا سرودم، مواج و مرس سرکش و پویا سرودم، که در واقع یک نوع نگرش هنجار شکنانه در برابر همان قرائت‌های سنتی از غزل دیروز هست و در واقع گام گذاشتن به مرز غزل معاصر امروز و همچنان رویکردهای عرفانی که در حوزه عرفان معاصر مطرح است. افزون بر این، استاد حیدری وجودی در حوزه عرفان و بیدلشناسی و مولاناشناسی تحقیقات، پژوهش‌ها و درس‌ها و آموزه‌های در حوزه کار فرهنگی خود به طور دوامدار داشت و به گونه مستمر شاگردان زیاد از محضر ایشان و اندیشه‌هایشان در باب مولاناشناسی و بیدلشناسی بهره می‌بردند. و بیدید امروز نبودش یک ضایعه بسیار بزرگ و حتی ما بگویم که یک فاجعه بزرگ است. بر از اینکه با رفتن استاد حیدری ما سلسله از نسل شاعران عارف معاصر را در واقع داریم. بله آقای فرهاد، من یک موضوعی که در مورد آقای وجودی مطالعه کردم خیلی جالب بود این که خب میدانیم که در افغانستان ماموران حکومت البته در همان دوران در 65 سالگی بازنشسته می شدند. آقای وجودی وقتی که بازنشسته شده نامه فرستاده به آقای کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور که در آن نامه از آن سلفت 50 ساله با در و دیوار محل کار خود یاد کرده و نوشته که تازر از بدون دریافت حقوق و امتیاز به کار خود در کتابخانه ادامه بده و این خود نشاندنده از این است که واقعا عشق به شعر و شاعری داشته، عشق به خدمت به وطن داشته. بله.
بهتر دیدوار سالی که شما میگین، سال پار هم من رشته در این مورد داشتم و حکومت را در کل خواست و متوجه نکته بسازم که حیدری وجودی که سالهای سال با عنوان مامور وزارت محترم اطلاعات فرهنگ در ریاست عمومی کتابخانه های عامه در افغانستان ماموریت داشت و کارمند بود، حالا که بازنشسته شده در دوره بازنشستگی هیچ نوع توجه ویژه و آنچنانی که لازم است در موردش صورت نگرفته و حکومت در واقع وظیفه شمی است که کمک بکنه با استاد حیدری وجودی تا بتانه حلقه درس و آموزش و همچنان موارد را که برای فرهنگ سازی در افغانستان ضرورت است او را گسترده تر بسازه. اما بی تردید شما می دانید که همه ما می نویسیم، ما فرهنگیان و حکومت مثل همیشه نه گوش شنوایی داره برای این مسئله و نه توجهی به این مسئله داره. به همون دلیل است که من میگم وضعیت ناگوار فرهنگی و دا جای وضعیت نیمبند فرهنگی که در افغانستان وجود داره، توجه آنچنانی که باید به فرهنگی، فرهنگ و حوزه های فرهنگی در افغانستان شده صورت نمیگیره و همین دلیل است که دلزدگی و مایوسیت فراوان به خاطر کار ستوده فرهنگی در نزد فرهنگیان افغانستان متصور است و همین سبب میشه که دلزدگی ایجاد شده در حوزه ارزش های فرهنگ. بله، مطمئنن که باید کارهای صورت بگیره و منظور رشد بخش فرهنگی کشور و در این سالهای اخیر حداقل آنچنان که باید کارها صورت میگرفت نگرفته. آقای فرهاد، از آقای حیدری وجودی بیشتر از 60 سال خلاقیت ادبیش، 15 عنوان کتاب و البته کتاب شعر به همراه چندین اثر پژوهشی منتشر شده که برخ آثارش دو بار یا سه بار یا بیشتر از این به چاپ رسیده که خود نشان دهنده ارزش آثار آقای وجودی بوده. چقدر توصیه میکنین به جوانان، به فرهنگ دوستان که واقعا آثار آقای وجودی را مطالعه بکنن و بهره ببرن از چنین آثاره؟ سپاس. پیش از این میخوام یک نکته در مورد شخصیت فرهنگی استاد حیدری وجودی یاددهانی بکنم. این است که استاد حیدری وجودی یکی از ویژگی های بارزش این بود که ادبیات دیروز یا ادبیات کلاسیک فارسی دری را با تمام ویژگی هایش میفهمید. چی ادبیات عرفانی کلاسیک بود و چی ادبیات فارسی امروز در حوزه عرفان و معرفت شناسی. یعنی میخوایم بگویم که با بار فرهنگی بسیار قوی از گذشته و پار و پیرار پا به عرصه ادبیات و فرهنگ امروز گذاشته بود. به همون دلیل به تمام جوانان علاقمند به آثار استاد حیدری وجودی پیشنهاد میکنم و توصیه دارم که استاد حیدری وجودی را بیشتر آثارش بخونند. به دلیل از اینکه همونطور که بیشتر گفت خط وصل میتونه باشه میان ادبیات عرفانی دیروز و ادبیات عرفانی امروز که متاسفانه یا شوربختانه بگویم با رفتن استاد حیدری وجودی آخرین چراغ عرفان معاصر و شاعرانگی عرفانی یا عرفان شاعرانگی در افغانستان خاموش. بله آقای فرهاد، مطمئنن که شما با آقای وجودی شناخت از نزدیک داشتین. چی بود آرزوی آقای حیدری وجودی؟ آیا شما آگاهی دارین که چی آرزو داشت بر وطن خود در بخش فرهنگی، در بخش شعر و شاعری؟ یک حس قوی ناسیونالیستی یا ساده تر بگویم یک حس قوی میهندوسی در رگ‌ها و خونش جریان داشت و شما میدانید که همین سبب شده بود که استاد حیدری وجودی از افغانستان در شرایط بسیار دشواری که در افغانستان حاکم بود از کشور بیرون نشد. عشق به سرزمینش، عشق به مردمش و توسعه فرهنگی یکی از آرزوهای بسیار بسیار مهم و ارزنده بر استاد حیدری وجودی بود. حیدری وجودی هیچگاه از منظر عرفان یا آموزه های عرفانی و ادبی که داشت نان نخورد و فقیرترین از نظر اقتصادی فقیرترین انسان اما از نظر معنوی ثروتمندترین انسان روی زمین بود. نه تنها استاد حیدری وجودی در افغانستان بلکه در ایران، تاجیکستان و حوزه تمدنی آسیای میانه از چهره های معروف نامدار شناخته شده بود، ولی به دلیل این
علاقه وافر به سرزمین خود داشت، هیچگاهی از افغانستان بیرون نشد و هموره نوشت، آموزه های عرفانی خود را مطرح کرد، شاگردان زیاده مثل قهار آسی و شمار از شاعران دیگر را تحویل ادبیات امروز افغانستان داد و در واقع با حس میهن‌پرستی که داشت در دل خاک رفت. اما افسوس که توجه تا زنده هستن توجه و ارزش‌های فرهنگی صورت نمیگیره و شخصیت‌های فرهنگی صورت نمیگیره و استاد حیدری وجودی با دل داغدار از سیاستمدارانی که به نحوی میتونستن در توسعه فرهنگی بدون شک خدا ادا بکنن، با دل داغدار رفت و هیچگاه به او آرزوهایی که برای توسعه فرهنگی داشت به او آرزوها نائل نشد. بدون شک نقش آقای حیدری در بخش فرهنگی کشور بسیار برجسته بود و نبود آقای وجودی یک ضایع بزرگ خواهد بود. با تشکر باز هم از شما آقای جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده، که روی خط اسکایپ با ما بودید. زنده باشین. سپاسگزار هستم و با بیتی از زنده یاد از حیدری وجودی سخنان را پایان می بخشم که ای کاش که در روی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. امروز به سرمنزل مقصود زدی گام، دیروز اگر اشتر ما لنگ نمی بود، گر کوه غم عشق به دوشم نفتادی هنگام جوانی کمرم چنگ نمی بود. خیلی زیبا، خیلی زیبا فرهاد. سلامت باشین. بسیار تشکر از شما آقای جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده. وزارت صحت عامه از پلیس خواست حکیم الکوزی را بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. سرپرست وزارت صحت میگوید که داروی ساخته شده آقای الکوزی اعتیاد آور است و هیچ اثرگذاری برای درمان بیماری کووید 19 ندارد. از سوی هم در اوج انتقادها از کمبود دارو و اکسیژن در بیمارستانهای ویژه کووید 19، وزارت صحت از انتقال 150 هزار بالون اکسیژن به این بیمارستانها خبر میدهد. از یک هفته به این سو وزارت صحت عامه میگوید که ترکیب داروی ساخت حکیم الکوزی بیشتر از مواد مخدر است و هیچ مؤثریت برای بهبودی بیماران کووید 19 ندارد. اما پس از اینکه داروخانه آقای الکوزی در کابل بسته شد، او به هرات رفت و فعالیتش را در آنجا از سر گرفت. حالا وزارت صحت عامه به گونه دیگر دست به کار می شود. درخواست کمک از پلیس برای بازداشت الکوزی. اگر ما عملا مورد ارزیابی قرار دادیم که این دوا تشکیل شده از مواد تسکین دهنده و مواد نشه‌آور. دیگر به او خاطر ما تصمیم خود را به شکل قاطع گرفتیم، امرای رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان شریک ساختیم و تصمیم به این شد که فعالیتش متوقف شود و وزارت محترم داخله رسما شریک ساختیم تا به مراجع عدلی و قضایی طبیب الکوزی معرفی شود. در حالی که انتقادها از کمبود عرضه خدمات به بیماران کووید 19 به اوج رسیده، سرپرست وزارت صحت عامه به بیمارستان محمد علی جناح رفته و از انتقال 150 هزار بالون اکسیژن به بیمارستان‌های ویژه کووید 19 خبر می‌دهد. می‌گوید که 200 بالون اکسیژن امروز به بیمارستان محمد علی جناح انتقال یافته است. و دیروز ما توانستیم که یک قرارداد با 6 شرکت به شکل مشترک به امضا برسانیم که 150 هزار بالون اکسیژن بتانه به تمام شفاخانه ما، به می دو شفاخانه خصوصا مبارزه با ویروس کرونا انتقال بدن. و امروز مطرح با بالونا اکسیژن پر به شفاخانه آمده، مشکل رفع شده و تلاش های ما به شکل خستگی ناپذیر به خاطر رفع از این مشکل جریان داره. اما کم این طرفتر این بانو دیروز ساعت 5 عصر به این بیمارستان آورده شده است. درست نفس گرفتن نمیتواند. میگوید دور تا دور بیمارستان میگردد و کسی نیست به دادش برسد. شماره از عضوهای خانواده های بیماران هم از کمبود عرضه خدمات به ویژه اکسیژن و دارو و
و بیماران شکایت دارند. مریض که نمیده دیگه اونمون میخواستی که اکسیژن چه بدل کنه، بین اکسیژن بدل کرده و خال تبدیل کرده، دنموزو رسیدگی نشد. اکسیژن هم دقیقا سی اکسیژن بدل در حقیقت باشو چور باشو ما بام چور که وی بام بوده بل بام چور که وی بام بوده دیگه بام والوم خوالله دیر بی کفایتی ده دیر بی نظمی ده نفر پایوازای مریضا چی هست اکثر دو صد نفر استاد است دو دیگه تا فکر کوش یک 20 نفرش تلفات داره که دیگاهش بیادر خود الله تعالی نجات بتونم اکسیژن اکسیژن مشکلات زیاده. سرپرست وزارت صحت میگوید این کاستی ها وجود دارد و تاکید دارد که برای رفع آن راهکار تازه روی دست دارد. با این همه افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا همچنان نگران کننده است. در 24 ساعت پسین 21 بیمار کووید 19 در کشور جان باختند. شمار کل قربانیان به 405 تن رسیده است. در این مدت همچنان 684 مورد تازه مثبت مبتلا به ویروس کرونا به ثبت رسیده و شمار کل بیماران کووید 19 در کشور به 22143 تن افزایش یافته است. آقای خالد احدی رئیس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه روی خط اسکایپ با ما وصل هستند. آقای احدی سلام بر شما، وقتتان بخیر، بسیار تشکر که وقت گذاشتید. درود خدمت شما و از طریق شما خدمت بیندان محترم تلویزیون یک. امیدوار هستم که لباس عافیت همه وطن داشته باشند و دور از گزند ویروس کرونا باشند. سلامت باشید. بسیار تشکر. آقای احدی، آقای احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه گفت که در 24 ساعت پسین 21 تن ناشی از بیماری کووید 19 جان باختند. البته آمار است که نزد شما است و ممکن آمار مرگ و میر به مراتب بیشتر باشه. فکر میکنین که دلیل افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا حداقل در چند هفته پسین ناشی از چی است؟ خب دلیل عمده از این که مرگ و میر بلند رفته و شما میبینین آمار مصابین زیاد شده میره و بشه هر روز تقریبا از تمام تستایی که انجام میشه بیشتر از آمار مثبت داره و همچنان آمار مرگمی در نزد کسانی که سنشان بلند و یا هم بیماری های دیگر مانند دیابت، ابراز قلبی یا تنفسی داشته باشند و آمار مرگمی میر برندتر می باشه و همچنان نزد کسانی بیشتر با خود سرکار دارن یا مقدار ویروس در بدن چاکتر باشه سرکار می رشن که این آمار که گفتن البته بیشتر از این باز هم تاکید می است که آمار سبت روز از ساعت همه است به مراتب آمار بیشتر از این است هم آمار مصابین و هم آمار مرگومی که تنها راه حل است که توجه بیشتر مردم به خاطر دور بودن از بیماری کرونا داشته باشند. بله آقای حدید، چقدر افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 را ناشی از سهل انگاری های خودتان میبینین؟ ما مثلا خبرهایی داشتیم، گزارشهایی داشتیم که در بیمارستان افغان جاپان، در بیمارستان علی جناح اکسیژن وجود نداره، غذای مقوی برای بیماران کووید 19 که در تجرید به سر میبرند وجود نداره. چقدر وابسته به سهلنگاری و کوتاهی خودتان افزایش مرگ و میر میبینید؟ اکسیژن باید گفت که 24 ساعت البته 48 ساعت دو شبانه روز کمبود اکسیژن در شفاخانه افغانجان داشت. البته یک شب قبل اکسیژن در این دو شبانه نداشته و دلیل از این هم ما روزانه به 950 تا 1000 بالون اکسیژن نیاز است. بله. که مقدار اکسیژن که در حکومت کابل وجود داشت و مقدار تولیدی که میشد از شرکت هایی که بودن متاسفانه تمرسی میکرد ولی از سبب کمبود اکسیژن خوشبختانه کس فوت نکرده حتی و بیشتر کسانی که ما مرگ و میر که ما داریم بیشتر از سبب امراض زمینه‌ای که مانند دیابت یا سن بلند و یا چیزایی که قبلا گفتم باشه و شاید امروز شما با کنفرانس خبری وزیر صاحب شنیده باشین که این بعد مشکل اکسیژن شده و قرارداد که با شرکت های تولید اکسیژن شده البته این تنها قرار ما نظارت از روند تولید و توزیع از اون نداشته باشیم. 50,000 بالون اکسیژن
موضوع قرارداد شده ولی کنار از اینکه اکثر قرارداد و به صورت مستقیم و مستقیم در نحوه توزیع و رساندن اکسیژن شرکت های مؤسسه ذکر هم مکلف خواهند بود و هم مورد بررسی قرار خواهند داشت. بله آقای عدی، چیگونه مدعی هستین که ناشی از نبود اکسیژن بیماران در این چند روز اخیر جان نباختند، در شرایطی که دو روز یا سه روز است که حداقل نبود اکسیژن خبرساز شده و گزارش‌ها هم می‌رسانه که دلیل افزایش مرگ و میر حداقل در چند روز اخیر نبود اکسیژن کافی بوده و این که شما حالا گفتین که خریداری صورت گرفته و مشکل رفع شده، چرا قبل از این اقدام نکرده بودین؟ چرا قبل از این پیش بینی نکرده بودین که با کمبود اکسیژن روبرو میشین و نباید بیماران ناشی از نبود اکسیژن جان بدن؟ خب ببینید، اول سوال اولتون این که در سه شبانه روز گذشته مرتب در شفاخانه افغان ژاپن بودم و با تک تک بیماران اونجا سر و کار داشتیم دا بودیم. درست است که کمبود اکسیژن ما در البته شب قبل و شب پیشترش نداشتیم، در 48 ساعت که بودن مشکل به هر نحوه که میشد اکسیژن بعضی از خود بیماران تهیه میکردن. دو سه نفر از خیرین که چرا خود بیماران باید تهیه بکنن؟ آقای حجی، مسئولیت شما است. اکسیژن کمبود بیماران چرا باید تهیه بکنن آقای حجی؟ من میخوام در این مورد میخوام بحث کنم. بفرمایید. البته دلیل از این بود که اکسیژن برخی از شرکت ها بازارسی ها میکردن، چون قرارداد که با ما داشتن به هر بالون به 400 افغانی و متاسفانه به گونه احتکار میکردن برخی از شرکت ها که مجبور وقتی که خود وزارت صحت عامه مراجعه میکرد میفتن گویا که اکسیژن وجود نداره، اما وقتی بازارسی ها میرفتن مراجعه میکردن که یک دو نفر از خیرین. و البته برای همین دلیل ما میتونیم بگوییم که از سبب کمبود اکسیژن کسی فوت نکرده، ولی مشکل دلایلی که عمده ترین دلایل تمام کسانی که فوت شدن خودتان میفهمین که با درز دوسیه است، مشکلاتی که داشتن مشکلات زمینوی ابراز است و همچنان شما میدانیم که ویروس کرونا یکی از جمله ویروس های وحشی است که سبب مرگ و میر از 0.2% الی 14% مرگ و میر در جهان ثبت شده. بله در مورد بیشتر میپردازیم آقای هدی. شما از بازار سیاه یاد کردین، چرا واقعا بازار وجود داشته باشد در شرایطی که شما نظارت باید بکنین؟ شما مسئول هستین، یک نهاد سیاه هستین، باید از چنین موارد نظارت بکنین. نظارت از قبل نداشتین؟ البته همون نظارت ما بود که سبب شد در 4 ماه گذشته ما فقط 48 ساعت کمبود اکسیژن داشته باشیم. در صورت اگر نظارت نمی بود این مشکل دامدار می شد و فعلا از 72 ساعت به این طرف ما مشکل اکسیژن را نداشتیم و امروز هر روز هم وقتی کنفرانس خبری وزیر سبشم شنیده گفتن که من بعد ما به هیچ عنوان با مشکل کمبود اکسیژن دچار نخواهد شد و امیدواری مایی هستن که با تعهدی که شرکت ها داشتن و با قرارداد که شده و تعهد که از او گرفته شده من بعد ما به هیچ عنوان مشکل کمبود اکسیژن را نداشته باشیم و همچنان امیدواری دیگری که ما داریم در این مورد که ارگان های امنیتی مانند امنیت ملی، پلیس ملی با ما همکار باشن و بیشتر از قبل تا سبب نشود که شرکت هایی که با ما قرارداد اکسیژن داشتن دوباره بازار سیا نکنند. بسیار تشکر از شما دکتر خالد احدی، رئیس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه که روی خط اسکایپ با ما بودید. در ادامه تا چند لحظه دیگر ادامه اعتراض ها در پیوند به سوختن افغان ها در ایران از سوی شمار باشندگان هرات. با چالش روبرو شدن کمک های جامعه جهانی به افغانستان در صورت تعدیل نشدن بودجه. شمار قربانیان انفجار در معدن زغال در سمنگان به 16 نفر رسیده است. مقام های محلی در سمنگان میگویند که 6 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. باشندگان سمنگان میگویند حفاری های خودسر و غیر حرفه‌ای در معدن ها این گونه پیامد های مرگبار دارد. انفجار در معدن زغال سنگ در ولسوالی دره سوف بالای سمنگان دیروز رخ داده است، هنگامی که کارگران داخل این معدن بودند. مقام های محلی
آخرین آمار تلفات را 16 تن گفتند. 6 معدنکار هم زخمی هستند. در مجموع کلشان جان باختند. فقط 6 نفر اجسادشان از زیر آوار بیرون کشیده شده و 2 نفر هم در بیرون معدن جان باخته بودند. فعلا ما 8 جسد با خود داریم. اونا وسایل های خود آوردن دفتن، خلاصه اونجی در سر معدن عیار کردن. تا اینکه وسایل های جنا آمدن، تا اینکه اونا خلاصه از چهل و خورک بسیار رایش دور است، از اونجی خب ماشین هوای خود آوردن. از میان قربانیان در داخل معدن تا کنون جسدهای 8 معدنکار بیرون شده است، اما 8 جسد دیگر هنوز زیر آوارها گیر مانده است. 8 نفر ساعتشان خوب است، اما هنوز هم در ساحه عملیات جریان داره، یعنی ساحه پاکسازی نشده و امکان میره که تعدادی دیگر هم وجه به عنوان زخمی و یا یک تعداد زیادی را که به عنوان فوتی است وجود داره. در سالهای پسین حفاری های خودسرانه و غیر حرفه‌ای در معدن زغالسنگ در سمنگان بارها باعث رویدادهای مرگبار شده است. باشندگان سمنگان از حکومت میخواهند جلو معدنکاری خودسرانه را بگیرد. مسئولیت بزرگ حکومت داره که باید بررسی شود اینا و کسایی که مسئله پذیر هستند و کسایی که غیرقانونی و کالانایشان خیلی هستند باید اینا بررسی شوند. کارگران در معدنها نه کلاه امنیتی دارند و نه هم لباس و کفش های مخصوص که در صورت بروز رویداد حداقل از امنیت جانی برخوردار باشند. شمار از باشندگان هرات برخورد پسین ایرانیان با مهاجران کشور را جنایت می خوانند و از حکومت می خوانند که از حق شهروندان افغانستان دفاع کند. آنان با گردهمایی اعتراضی در برابر کنسولگری ایران در شهر هرات می گویند اگر به خواستشان رسیدگی نشود در برابر این کنسولگری خیمه تحصن برپا می کنند. آب بیاور که سوختم. جمله‌ای که چند روز پیش شهروند افغانستانی که پس از زخمی شدن و سوختن توسط شلیک گلوله نیروی انتظامی ایران بر موتر حاملشان سر می داد. شماره از باشندگان هرات اینجا در برابر ساختمان کنسولگری ایران در این شهر گرد آمدند و عملکرد اخیر ایران با شهروندان کشور را نکوهش می کنند. و ایشالا تا آخرین رمق حیات به خاطر روشن شدن قضیه کشتار همتان آف ایشالا استاده گیم می کنیم و از تمام مراجع قانونی و نهادهای بین المللی خواستاریم که در پریم آبسته. معترضان میگویند در هر شرایط دولت افغانستان باید از شهروندانش پشتیبانی کند. هشدار میدهند که اگر به خواستهایشان توجه نشود، خیمه های تحصن را در مقابل ساختمان کنسولگری ایران برپا خواهند کرد. اگر این اعتراض ما نتیجه نده، ما سعی میکنیم از مراجع قانونی دیگر وارد از این مسئله بشیم. در صورت که این اتفاق نیفته، ما مجبور هستیم در طریق مجاری قانونی دیگر وارد اقدام بشیم و تا حق خود از جمهوری اسلامی ایران و از همسایه ها بگیم. این اعتراض ها در حال صورت میگیرد که نزدیک به یک ماه پیش هم از 50 شهروند کشور در منطقه دهنه ذوالفقار توسط مرزبانان ایرانی نخست شکنجه و سپس به دریای هریرود انداخته شدند. کار حیات حقیقت‌یاب این رویداد هنوز پایان نیافته است. اگر بودجه تعدیل نشود، کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان با چالش روبرو خواهد شد. عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزیر وزارت مالیه در نشست عمومی مجلس نمایندگان میگوید کمک 300 میلیون دلاری جامعه جهانی هم پس از تعدیل بودجه به افغانستان پرداخت خواهد شد، اما نمایندگان مردم در مجلس نگران حیف و میل شدن این پول و چگونگی هزینه شدن آنند و میگویند به دلیل مدیریت نادرست کس به داد مردم نخواهد رسید. موضوع تعدیل بودجه پای نامزد وزیر وزارت مالیه را پیش از گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان کشاند. برخی عضوهای مجلس نگران حیف و میل شدن پولهای کمک شده در کار مبارزه با شیوع ویروس کرونا هستند. اما حکومت ظاهرا نگران دورنمای اقتصادی کشور. ناتر ناملاندی واحد عملیاتی اداره امور او وزارت زراعت د داسې مسایل لپاره بودیجه مشخص شوی ده چې د پسات ډاکه او هیڅ نو شفافیت پکې موجود ندی. اما عبدالهادی ارغندیوال کمک های جامعه جهانی را به تعدیل این بودجه وابسته میداند و میگوید که تعدیل بودجه خواست جامعه جهانی و کمک کنندگان است. به گفته ارغندیوال اگر بودجه تعدیل شود بسته کمکی 300 میلیون دلاری دیگر هم میرسد.
ما بی اختیار شماست، شما وکلای ما هستین، شما وکلای ملت هستین، در این رابطه فیصله کنین. ما این را قبول کردیم، ولی آله جامعه جهانی، بانک جهانی با ما پذیرفتن که بسته های دیگه را در اختیار مردم قرار میتن که حدود 300 میلیون دلار از کمیال ما کتشان صحبت داریم و ایره با ما موافقه کردن که 300 میلیون دلار یا به شکل جنس که بسته های جنسی تحویل میشه یا به شکل پول نقد در اختیار مردم قرار میتن. اما نگرانی کلان کسر بودجه است که ویروس کرونا عامل آن بوده و عاید ملی را به شدت صدمه زده است. بهتر و مدیریت تولیدات زراعتی در کشور، وزارت زراعت کمیته تکنیکی، تطبیقی و اجرایی را در آسیان معین حشمت الله غفوری قرار دارد تعیین کرده است. تا کنون کمک های ویژه برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و همچنان دیگر کمک های جهانی به 700 میلیون دلار می رسد. اما وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت است و چالش ها در بخش خدمات درمانی برای بیماران کووید 19 پابرجا. برای نخستین بار برای شرکت سلام راهبرد بهبود ارائه خدمات و کاهش نرخ خدمات تهیه شده است. محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی در نشست خبری در کابل میگوید که در نرخ شرکت های مخابراتی سلام و افغان بیسیم کاهش به میان آمده است، اما هنوز هم از نحوه ارائه خدمات و نرخ آن راضی نیست. او از سرمایه گذاری 75 میلیون دلاری برای بهبود خدمات شرکت سلام در سال آینده خبر می دهد. آقای هاشمی می گوید که پلان کوتاه مدت و میان مدت را برای پایین آوردن بهای اینترنت از سوی شبکه های مخابراتی و بهبود ارائه این خدمات طرح کردند و در صورت پایین آمدن بهای اینترنت از سوی شرکت ها، حکومت آماده ارائه هر نوع سهولت به آنان است. تلاش وزارت مخابرات برای بهبود کیفیت خدمات مخابراتی و پایین آوردن بهای این خدمات. سرپرست وزارت مخابرات در این نشست خبری میگوید از بها و کیفیت کنونی ارائه خدمات مخابراتی راضی نیست و در تلاشند تا کیفیت خدمات بهبود یابد و بهای آن هم کم شود. به هر صورت از این نرخ اینترنت ما هنوز راضی نیستیم. پالیسی حکومت افغانستان است که نرخ اینترنت دیگه هم پایین میه. ولی این نرخ اینترنت چگونه پایین میه؟ فاکتورهای بسیار زیاد است که سر نرخ اینترنت تاثیر داره. ما تمام امکانات را که به دست داریم از او انشالله در قسمت پایین آوردن نرخ اینترنت صرف جویی نمی کنیم. محمد فهیم هاشمی همچنان از سرمایه گذاری 75 میلیون دلاری در زیر ساخت های شرکت مخابراتی سلام در سال آینده برای بهبود خدمات مخابراتی این شرکت دولتی خبر می دهد. با تطبیق ازی هم وضعیت کیفیتش تغییر می کنه، هم ممکن سر قیمتش تاثیر کنه و هم می تونه که شرکت سلام در قسمت مدیریتش و در قسمتی که هم نفع خوب بیاره و هم بتونه به خدمت مردم باشه کمک بکنه. به گفته مسئولان در این وزارت، در صورتی که شرکت‌های مخابراتی در بخش بهبود کیفیت ارائه خدمات، سرمایه گذاری و برای کاهش نرخ‌ها اقدام عملی کنند، حکومت هر گونه سهولت را در اختیار آنان قرار می‌دهد. اگر شرکت‌ها وعده بکنند که نرخ پایین میارن و اگر شرکت‌ها وعده بکنند که سرمایه گذاری می‌کنند، حکومت افغانستان هم آماده است برشون سهولت ایجاد کنه. از بودجه TDF سالانه برشون پول داده میشه. آماده است از بودجه TDF استفاده متفاوت‌تر شود. بخش کلان خدمات مخابراتی در کشور از سوی شرکت‌های خصوصی ارائه می‌شود و بهانه این شرکت‌ها برای پایین بودن کیفیت و بلند بودن نرخ خدمات مخابراتی مشکلات مالی است. وزارت مخابرات می‌گوید برای دریافت حقیقت به زودی مطالعه از وضعیت مالی شرکت‌های مخابراتی انجام خواهد داد. محدودیت های گشت و گذار در بلخ پس از 10 روز برداشته شد و دکانداران اجازه یافتند کار و بارشان را از سر گیرند. مردم زندگی و کار و بار در بیرون را با طرح تازه حکومت سازگار می سازند که مرحله آن 3 ماه را در بر می گیرد. شمار از باشندگان مزار شریف می گویند که فقر و تنگ دستی سبب شده تا توصیه های بهداشتی و دستورهای حکومت را در نظر نگیرند. عبدالعزیز کریمی از مزار شریف گزارش می دهد. از سرگیری فعالیت ها و کاروبار در بلخ پس از 10 روز محدودیت و گشت و گذار. در شهر مزار شریف مردم از امروز زندگی و کاروبار در بیرون را بر اساس طرح تازه حکومت پیش خواهند برد. دست کم برای 3 ماه پیش رو. پوشیدن اجباری ماسک
رعایت فاصله های اجتماعی و منع از گشت و گذار افراد مسن در بیرون از خانه بخش مهم این طرح است. یک امر حتمی است الا 3 ماه و همچنان تعطیل بودن مکاتب، مدارس، دانشگاه ها و بسته ماندن سالن های عروسی، ورزشگاه ها و تفریحگاه ها. این طرح چند روز پیش در کابل اجرایی شد، اما در شهر مزار شریف دیده می شود که بسیاری ها دستورهای این طرح را عملی نمی کنند. می گویند به دلیل این که نادار و تنگ دست هستند. این پیسی مردم سر ما حالا شد. اونجا بزن تقاضای تجار سر ما پیسی ما نبیتی. اگر تقاضای فامیل داری ما بسیار به صدمه دیم. در خانه بشینی یک دو مایده بچه داریم نان میگه کنه مجبور میایم دیگه چی شد دیگه چی کنیم. ما تشویش کنیم که قرانتین از آنمون تشویش که میکنیم از گوشنگی هم خود از کرونا است. وقتی کرونا نکشه گفتم قرانتین میکشه مردم از گوشنگی چی بخوره؟ با این حال مسئولان در ریاست صحت بلخ میگویند به دلیل نبود کیت های تشخیص از 3 روز بدین سو هیچ نمونه ای از افراد مشکوک آلوده به ویروس کرونا نگرفتند. بر بنیاد آمار رسمی 1382 تن در ولایت بلخ به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. ویروس کرونا تا کنون جان 42 تن را در این ولایت گرفته است. تا لحظات دیگر. دست روحانی به دامان چین و روسیه. در 3 ماه پسین 144 منصوب پلیس به دادستانی نظامی معرفی شدند. مسئولان در وزارت امور داخله همچنان میگویند که در هفته های پسین 20 تن به اتهام کارگزاری ماین بازداشت شدند. بر بنیاد آمار این وزارت از آغاز امسال تا کنون نزدیک به 400 انفجار ماین مغناطیسی رخ داده که در پی آن غیر نظامیان جان باختند. تلاش وزارت امور داخله برای کاهش فساد در این وزارت در جریان امسال 144 منصوب پلیس به دادستانی نظامی معرفی شدند. سخنگوی وزارت امور داخله در این نشست خبری میگوید که این منصوبان پلیس به جرم‌های مختلف از جمله همکاری با دشمن از وظیفه سبکدوش شدند. تعهد رهبری وزارت داخله برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد جدی است. هر منصوب پلیسی که به هر سطحی باشه از وظیفه خود سوء استفاده بکنه یا زمینه فساد اداری را فراهم بسازه یا به هر طریقی که او جرم پنداشته شوه و مشهود باشه، رهبری وزارت امور داخله جدا امرایش برخورد میکنه و هیچ نوع ملاحظه و تسامو نمیشه. چنانچه در گذشته هم در یک سال گذشته ما بالای 1100 تن از منصوبین پلیس را به در جای مختلف و به اتهام سوء استفاده از اصلاحات وظیفه بازداشت کردیم. انفجار ماین های چسبکی بخش کلانی از نگرانی های امنیتی را در پایتخت شکل می دهد. تنها در 3 ماه نخست سال روان 373 مورد انفجار ماین چسبکی رخ داده است. 98 غیر نظامی جان باختند، 20 تن در این پیوند بازداشت شدند. این موضوع 26% در مقایسه با سال پار افزایش داشته است. وزارت امور داخله می گوید در هفته های پسین 20 تن را به اتهام کارگزاری ماین بازداشت کرده و از انفجار 15 ماین مغناطیسی جلوگیری کردند. در قسمت برکناری مسئولین حوزه ها ما قبلا یک مورد ترور با استفاده از موترسایکل که داشتیم، رهبری حوزه 12 پلیس برکنار شدند. تا حال مورد ترور با استفاده از موترسایکل نداریم. در صورتی که در هر حوزه تکرار شود او امری رهبری وزارت امور داخله تطبیق میشه. آمرین حوزات و رهبری حوزه ها در صورتی که رویداد تروریستی با استفاده از موترسایکل بالای منصوبین حکومتی و نیروهای امنیتی شود برکنار میشن. بر بنیاد آمار وزارت داخله در یک هفته پسین 247 رویداد جنایی در پایتخت به وقوع پیوسته که در پی اجرای 103 عملیات 193 تن در کابل بازداشت شدند. به گفته مسئولان این وزارت میزان جرم‌های جنایی در 25 ولایت پایین، در 4 ولایت متوسط و در 5 ولایت دیگر بلند است. اما تلاش‌ها جریان دارد تا میزان جرایم کاهش یابد. به گفته آقای آریان وزارت امور داخله توانسته است اصلاحات قابل ملاحظه‌ای در ساختار و کارشیوه‌های این وزارت به میان آورد. وزارت داخله از یک سال بدین سو تغییرات ساختاری را آغاز کرده و در نتیجه این اصلاحات
رسیدگی سریع به شکایت ها با درج آن از طریق فرم، انتقال مجرمان به شکل سریع از حوزه ها به قرارگاه وزارت از بهر جلوگیری از فساد، حذف پلیس خیالی، ایجاد مرکز خدمات عامه، کوتاه سازی پروسه های اداری و ایجاد ریاست حمایت از وارثان شهیدان از بهر فراهم سازی تسهیلات بوده است. در بخش آشه، معاش و موارد غیر ضروری هم این وزارت از صرفه‌جویی 6.4 میلیارد دلاری خبر می‌دهد. چهارمین محموله گندم کمکی هند از بندر کندولای این کشور بارگیری شد. قرار است این کشتی هندی بیش از 9000 تن گندم را به بندر چابهار انتقال دهد و سپس این گندم‌ها به افغانستان برسد. هند در نظر دارد 75000 تن گندم به افغانستان کمک کند که تا حال نزدیک به 30000 تن آن به افغانستان رسیده است. در خبرنامه شرکت انکشاف ملی آمده است که این کمک‌ها به خاطر وضعیت اضطرار ناشی از ویروس کرونا به افغانستان کمک شده است. رئیس جمهور ایران از چین و روسیه خواستند نگذارند امریکا مدت تحریم‌های تسلیحاتی بر ضد ایران را تمدید کند. حسن روحانی امروز در نشست هیئت دولت در تهران گفته که از روسیه و چین انتظار دارد در برابر این تصمیم امریکا بیستند. تا هفته‌های آینده تحریم تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت برداشته می‌شود، اما امریکا تلاش دارد تا از طریق یک قطعنامه جدید تحریم ایران را تمدید کند. پیشنویس این قطعنامه در اختیار روسیه، فرانسه و بریتانیا قرار گرفته است. در این میان وزیر خارجه روسیه در نامه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره شورای امنیت تلاش امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت را مسخره و غیر مسئولانه خوانده است. او ترامپ را متهم کرده که با انگیزه سیاسی کارزار فشار حداکثر بر ضد ایران را برپا کرده است. Mohinterin Hoye Varzej Bo Zohar Nuri. Bislang noch kein Abschluss, jetzt vielleicht der erste abgefällt. تیم فوتبال بایر لورکوزن با برتری 3-0 در برابر ساربروکن به فاینال جام حذفی آلمان راه یافت. در این دیدار دیابی، آلاریو و کریم بل عربی برای مهمان گلزنی کردند تا لورکوزن فاینالیست شود. امشب در دیگر دیدار نیمه نهایی بایر مونیخ از فرانکفورت پذیرایی می‌کند تا تکلیف دومین تیم فاینالیست مشخص شود. این مسابقات از سال 1935 آغاز شده است که بایر مونیخ با 19 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم است. وردر برمن با 6 قهرمانی و شالکه و فرانکفورت هر کدام با 5 قهرمانی در رتبه های بعدی قرار دارند. راجر فدرر بیش از این در سال 2020 تنیس بازی نخواهد کرد. تنیسور سیویسی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که مشکل جسمانی دارد. مرد شماره 4 جهان میگوید که چند هفته پیش دچار مشکل شد و مجبورش کرد زانوی پای راست خود را آرتروسکوپی کند. مایکل اونیل سرمربی استوک سیتی به کرونا مبتلا شد. طبق اعلام سایت رسمی باشگاه استوک تست کرونای اونیل مثبت بوده است. به همین دلیل بود که مسابقه دوستانه و تمرینی با منچستر یونایتد در روز گذشته لغو شد. این اتفاق در حال رخ داد که اعضای تیم استوک روز گذشته وارد کارنگتون محل آکادمی منچستر شدند که این خبر انتشار یافت. بیننده های عزیز، از توجه و همراهیتان به این مجموعه خبری از یک جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.